توسط به دوستانی که در جلسه حضور دارن. با عرض تبریک به سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور که این ششمین کنگره خودش رو پیش کنگره خودش رو داره برگزار میکنه. موضوع تعیین شده برای صحبت این است که افراد خارج از کشور، خب این نیروی بزرگ که اکثرا افراد صاحب نظر و فرهیخته ای هستند، این یه سرمایه عظیمی از ایرانیان هست که در خارج از کشور ما داریم. این ایرانیان می توانند سفرای ملت ایران باشند، سخنگویان ملت ایران باشند. همین اجتماعاتی که اخیراً در خارج از کشور تشکیل دادن در زمانی که در داخل ایران این قیام ملی سراسری به وجود اومده، این حمایتی که به صورت حضور در میتینگ ها و راهپیمایی های بزرگ انجام دادن خیلی ارزشمند بود و از نظر روانی دلگرم کننده بود برای ایرانیانی که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن. بنابراین در پاسخ به این که این جمع فرهیخته ایرانی که خارج از کشور حضور دارن چه کار میتونن بکنن، حمایت از داخل هست، منعکس کردن صدای داخل هست برای جهانیان. آقای دکتر کردوانی به درستی از رسانه صحبت کردند که خوب است که این نیروهای ملی که در خارج از کشور هستن به فکر این باشن که یک رسانه ماهواره‌ای درست کنن تو منازل به اصطلاح ایرانیان داخل کشور، صدایشون رو بازتاب بدن، انعکاس بدن. این رسانه های ماهواره‌ای که ما الان در خارج از کشور فارسی زبان داریم، هر کدوم خط و خطوط خودشون رو دارن، سیاست های خودشون رو پیش میبرن. بعضی هاشون نسبت به نیروهای ملی، نیروهای مستقل و آزادی خواه که به جای بند و بل نیستن، حتی خصومت میبرزن، حتی تبلیغات سوء میکنن. بنابراین اون رسانه ها دارن کار خودشون انجام میدن. ما یه رسانه ایرانی ملی مستقل اگر بتوانیم در خارج از کشور داشته باشیم، کمک خیلی مهمی به جنبش خواهد بود. شما ببینید بر علیه ملیون از بام تا شام داره تبلیغات میشه تو این رسانه ها. ما رو متهم میکنن به 57 و این مظالم و مفاسدی که حالا جمهوری اسلامی به بار آورده به حساب ملیون میذارن و در رأسش هم یقه جبهه ملی رو میگیرن. خب در سال 57 ما نیروی در داخل کشور نداشتیم که با انقلاب همراه نشده باشه. کدوم نیرو بوده که همراه نشده؟ جریانات چپ همراه نشدن، از حزب توده تا فداییان تا شقوق مختلف جریانات چپ همه همراه بودن. آیا دانشگاهیان همراه نشدن؟ اساتید دانشگاه به صف نیومدن تو خیابون که تو خیابون ویلا جلوی وزارت علوم یکیشونم گلوله خورد از بالکن و کشته شد، کامران نجات اللهی؟ آیا وکلای دادگستری، کانون وکلا، آیا کارمندان دولت، آیا کارگران نفتی، همه با انقلاب همراه بودن، منتها انقلاب رو به این شکل پیش بینی نمی کردن. انقلاب رو برای آزادی و استقلال و عدالت باش همراه شدن. به وعده هایی که داده می شد در خارج از کشور به اصطلاح دل بستن و امیدوار بودن. به این که آقای خمینی می گفت که
من حکومت نمیخوام، من دولت تشکیل نمیدم، من یک طلبه میرم قم به درس و بحثم میپردازم. حالا بدهکار شدیم و گناهکار شدیم و به وسیله یک جماعتی که به اصطلاح نوستالژی گذشته رو دارن، رژیم گذشته رو حالا روسفید تلقی میکنن برای به خیال خودشون، ما مرتب زیر سرکوب هستیم. خب این رسانه مستقل ملی اگر وجود داشته باشه، جواب خیلی از این شبهاتی که اینا ایجاد میکنن خواهد داد. نیروهای ملی، جبهه ملی در داخل کشور و در خارج از کشور باید اون راه رو نشون بدن، اون برنامه رو نشون بدن. ما در این راستا میخواهیم که یک کنگره ملی، یک شورای ملی از نمایندگان احزاب، جمعیت‌های سیاسی، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی که این در این سالها تلاش کردند در زمانی که گروه‌های سیاسی زیر فشار شدید بودند، اونها با خواسته‌های صنفیشون جلو آمدند و موفقیت‌های کسب کردند. نمایندگان شخصیت‌های به اصطلاح آزادی‌خواه استان‌ها، از استان‌ها، از گروه‌های صنفی مختلف، از پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، نمایندگانشون بیان دور هم و یک کنگره ملی به وجود بیارن که اون کنگره ملی بتواند راهکاری برای آینده ایران تنظیم بکنه و برنامه به اصطلاح مدونی رو ارائه بکنه. من بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم. آرزوی موفقیت برای کنگره شما دارم. خدا نگهدار.